نامه پروفسور رابرت کر برنده نوبل شیمی سال 1996 به نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد و سفیر آمریکا در عراق. سازمان ملل موظف است از تأمین حفاظت لیبرتی اطمینان حاصل کند. مسئولیت سلامت ساکنان برای دولت آمریکا از همیشه واجب تر است. حمله موشکی 26 دسامبر 2013 علیه کمپ لیبرتی که دردمندی و خشم من را برانگیخته اولین حمله علیه لیبرتی نیست و بسیار نگرانم که آخرین حمله هم نباشد. سازمان ملل باید اطمینان حاصل کند که ساکنان لیبرتی الزامات مناسب مورد نیاز برای حفاظت را داشته باشند تا پیامدهای ناشی از حملات را به حداقل برسانند. این الزامات شامل سنگرها، دیوارها، کلاهها و جلیقه‌های حفاظتی و لوازم و تجهیزات پزشکی است. با در نظر گرفتن خروج مجاهدین خلق از لیست آمریکا در سال گذشته، مسئولیت سلامت ساکنین کمپ لیبرتی برای دولت آمریکا از همیشه واجبتر شده است. خواهشمندم همه تلاش خود را برای وادار کردن دولت عراق برای جلوگیری از هر گونه حمله به کمپ لیبرتی به عمل آورید. پروفسور رابرت کرل استاد افتخاری دانشگاه رایس در تگزاس آمریکاست که در سال 1996 به خاطر کشف مولکول‌های فلورین برنده جایزه نوبل شیمی شد. فلورین اولین مولکول کروی در جهان است که توسط پروفسور کرل و دو همکارش ساخته شد. این مولکول کروی دارای 60 اتم کربن است که به صورت کروی در کنار هم قرار گرفتند و در واقع چهارمین نوع کربن شناخته شده شامل زغال، گرافیت، الماس و فولرین است. امروزه صدها مولکول جدید در خانواده فولرین ها ساخته شده که بعضی از آنها خاصیت هدایت کنندگی برق فوق‌العاده زیاد در درجات حرارت بالا را دارند و نیز در ساختن داروهای بیهوشی به کار می روند. نامه پروفسور ریچارد رابرتس برنده نوبل پزشکی سال 1993 به نماینده ویژه دبیر کل ملل متحد و سفیر آمریکا در عراق. من از حملات موشکی به لیبرتی شوکه شدم. آیا این مایه نگرانی شدید شما نیست؟ من مصرانه از شما میخواهم که به سرعت اقدام کنید و از امنیت پناهندگان کمپ لیبرتی مطمئن شوید. اکنون چند سال است که من وقایع کمپ لیبرتی و قبل از آن کمپ اشرف در نزدیکی بغداد را دنبال کردم. من واقعا از آنچه که علیه این کمپ صورت می گیرد شوکه شدم، به ویژه از حملات موشکی که کاملا ضد قوانین رفتار با پناهندگان است. سؤال من این است که چرا سازمان ملل نظاره‌گر است و هیچ کاری نمی کند؟ روشن است که دولت عراق ضعیف و صرفاً یک عروسک دست نشانده رژیم ایران است. آیا این مایه نگرانی شدید شما نیست؟ این مسئله مایه نگرانی شدید ماست و چیزی است که باعث می شود سازمان ملل ضعیف و سست به نظر آید. من مصرانه از شما می خواهم که به سرعت اقدام کنید و از امنیت ساکنان کمپ لیبرتی مطمئن شوید. پروفسور ریچارد رابرتس بیوشیمیست و بیولوژیست برجسته آمریکایی برنده جایزه نوبل پزشکی در سال 1993 است که به خاطر تحقیقات ارزشمندش در زمینه ژنتیک در سال 1993 از طرف کمیته نوبل به خاطر کشف ساختمان موزاییکی ژن‌ها به عنوان برنده جایزه نوبل در پزشکی انتخاب شد. این کشف مهم که یک انقلاب در علم ژنتیک نام گرفت، چشمانداز جدیدی در تکامل بیولوژیکی موجودات به وجود آورد و همچنین شناخت نحوه به وجود آمدن بیماری ها را که هر یک ناشی از یک نقص ژنتیکی در آن ارگانیسم است امکان پذیر کرد.